سلام دوستان، رضا هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی علی ضیا میپردازیم، پس با ما همراه باشید. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. سید علی ضیا متولد 1364 در کاشان است. علی ضیا کارشناسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه آزاد واحد کاشان رو داره. سید حسین ضیا پدر علی متولد سال 1333 در کاشان و یک تاجر بوده و خانم شهره احدیت متولد سال 1340 در کاشان، ویراستار ادبی که کتابی به نام سیامو از ایشان چاپ شده، مادر علی ضیا هستند. پدر و مادر علی ضیا در سال 58 با هم ازدواج کردند که ثمره اون یک دختر به نام شیما و یک پسر به نام علی است. خانواده علی ضیا سال هاست که در کاشان زندگی می کنند و از خانواده های با اصالت این شهر محسوب می شن. خانواده علی ضیا به واسطه رفت و آمد زیادی که علی به تهران داره به فکر مهاجرت به تهران افتادند تا اینکه اینطوری به علی نزدیک تر باشند. علی ضیا به صورت جدی فعالیت خودش را از سال 84 وقتی که 19 ساله بود از رادیو شروع کرد. ورودش به رادیو به واسطه یک دوستی اتفاقی با یکی از کارکنان رادیو میسر شد. او نوشته های قبلیش رو برای سردبیر رادیو برد. سپس به کمک مادرش یک آیتم طنز 5-6 قسمتی نوشت تا اینکه کم کم تست داد و رسما وارد نویسندگی رادیو شد. او سپس با خواندن نوشته هایش در رادیو با لهجه کاشانی مورد توجه قرار گرفت. آقای زاهدی که صدای علی ضیا رو در برنامه آخرش که در رادیو جوان پخش میشد شنیدند و با علی ضیا تماس گرفتند و خواستند برنامه گزینه جوان رو اجرا کنه. اما پس از پذیرفته شدن در تست گویندگی قرار شد اجرای برنامه شروع خوب رو بر عهده بگیره. ولی به دلیل فضای علمی که علی ضیا داشته و اختراعاتی که از سید علی ضیا ثبت شده بود، اجرای برنامه گزینه جوان به علی ضیا پیشنهاد شد و اولین برنامه‌ای بود که به طور زنده از علی ضیا روی آنتن رفت. او قبل از ورود به تلویزیون نزد مرحوم حمید سمندریان فن بیان آموزش دید و مدتی هم در تمرینات تئاتر حاضر شد تا فن و گویش او با حرکت بدنیش متناسب شود. آقای مجری گهگداری ترانه سرایی هم میکنه. او گفته زمانی که حس ترانه نویسی به سراغم میاد ترانه می نویسم. هیچ وقت اینطور نبوده که بشینم و برای ترانه نویسی وقت بذارم. در برنامه‌هایی که خودم حضور دارم هم از دوستان ترانه سرایم خواهش می‌کنم تا ترانه تیتراژ رو بگویند تا فقط نگاه من در برنامه حاکم نباشه. او گفته موسیقی سنتی و صدای علیرضا قربانی برایم خیلی دلپذیر و شنیدنی است. چیزی که می‌توانم در این حوزه مدام گوش کنم صدای استاد شهرام ناظری است، مخصوصاً آلبوم لولیان که با تک تک قطعاتش خاطره دارم. محسن یگانه هم یکی از دوستان خوبم است که سیدیش همیشه در ماشینم هست و رضا یزدانی هم از دیگر خواننده های مورد علاقه می باشد. جالبه بدونید که سید علی ضیا کسب رتبه اول استانی و رتبه دوم کشوری رو در جشنواره خوارزمی داره. او برگزیده جشنواره خوارزمی با طرح موتور نیم دوار با قابلیت کارکرد با انواع سوخت بدون کاهش توان است. علی ضیا دارای گواهینامه پذیرش علمی اختراع از سوی هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشگاه آزاد کاشان می باشد. او همچنین عضو انجمن مخترعین کشور هست. او به خرید لباس علاقه زیادی دارد. به گل و گیاه هم علاقمند است و در بالکن خانهش انواع گیاه ها رو پرورش میده. زیاد گوشی عوض نمی کنه اما سعی می کنه گوشی بروز داشته باشه. او همچنین دوستی صمیمی با احسان علی خانی داره. او فکر میکنه که فضای اونها با هم متفاوته و از اینکه با اختلاف 10 ساله‌ای که در اجرا با هم دارن توانسته با او سپر به سپر بشه بسیار خوشحاله. او و بنیامین بهادری با هم خیلی دوست هستند و همه این رو میدونن. او گفته یک زمانی هست دو نفر با هم دوست هستند. مثلا الان با یک فوتبالیست دوستم اما خیلی رسانه‌ای نمیشود. ولی با یک نفر دوست هستم و همه جا با او دیده میشم. رفاقت من و بنیامین از یک حدی گذشته و توی رسانه و همه جا ما با هم دیده میشیم. علی ضیا که هنوز مجرد است در مورد عشق گفته عاشق هم شدم و معمولا خیلی در لحظه عاشق میشم. به قول معروف ضرب عشق هم خوب است. سید علی ضیا دو تجربه کوتاه بازیگری هم دارد. او در سال 88 بازیگر مهمان در سریال دفترخانه شماره 13 بود. سپس در فیلم اپیزودی رابطه هم چند سکانس بازی کرده.
پس از پایان شهرآورد 81 تهران، علی ضیا که در جمع هواداران پرسپولیس در کافه‌ای در تهران حضور داشت، با شعارهایی همصدا شد که منجر به شکایت پرویز مظلومی و ممنوع التصویری او شد. بلافاصله بعد از ممنوع التصویری، پرویز مظلومی از شکایت خودش صرف نظر کرد. دلیل این مسئله مختلط بودن آن جلسه و انجام حرکات نامناسب از سوی سید علی ضیا اعلام شده بود. علی ضیا گفته: اعتقاد دارم ما دو جور مخاطب داریم. یک مخاطب که هر روز برنامه‌های شبکه یک رو دنبال می‌کنه و یک مخاطب که ممکنه شبکه یک یا اصلاً تلویزیون رو در این ساعت تماشا نکنه. در برنامه نیمروز اگر یادتان باشد سعی کردیم غیر از مادرها که طبق معمول مخاطبان ساعت 11 ظهر تلویزیون هستند، مخاطبان دیگری را هم جذب کنیم. یعنی سعی کردیم برنامه‌ای بسازیم که علاوه بر مادرها، جوان‌ها هم دوستش داشته باشند. هم‌اکنون هم همینطوره. برای همینه که برنامه سیاسی هم داریم و مسئولان رو هم به برنامه دعوت میکنیم. به خاطر اینکه میخوایم مخاطبان خاص شبکه یک اون رو ببینن و انتظارشون برآورده بشه. ولی در این حال سعی میکنیم سوالاتی از مسئولان بپرسیم که مقداری جوانانه تر باشه تا جوانها هم ترغیب بشن و برنامه رو ببینن. بعضی روزا حس میکنم که واقعا لوس بودم. یه جاهایی شوخی ها زیادند و بیمزه و باید کاملا ویرایش بشن. در جلسات هفتگی که میگذاریم خیلی از رفقا در اتاق فکر صحبت میکنن. مثلا میگن چرا اینجا شوخی کردی یا چرا مطالعه نکردی و رفتی سر برنامه. به هر حال هر روز که نمیشه خوب بود. روی ما هم فشار زیاد است. به هر حال من هم آدمم. یک شبهایی حالم خوب است و یک شبهایی کسی نمیتواند از کنارم رد شود. خب اینها توی اجرای صبح هم اثر میذارن. در برنامه ویتامین C من خیلی جوان بودم. یا متوجه فشارها نمی شدم یا مثلا می گفتن این خیلی بچه است، کاری به کارش نداشته باشیم. الان که سنم رفته بالا دیگر نمیگن این بچه است. فشارها خیلی رویم زیاد است. خیلی وقتها حالم بد میشه و هنوز یاد نگرفتم با اون مقابله کنم. برای همین ممکنه شوخی بکنم که لوس باشد یا جایش نباشد یا اصلا به درد نخورد. علی ضیا در اینستاگرام خودش فعال هست و با آدرس علی ضیا اوریجینال 1.7 میلیون دنبال کننده در این شبکه اجتماعی او رو دنبال میکنن. از سمت‌های علی ضیا میشه به مدیر بازرگانی شرکت مهندسی بازرگانی مبین تهران، مدیر بازاریابی شرکت مهندسین مشاور مهر کیهان، گویندگی شبکه رادیو جوان از سال 85 تا 88، مجری شبکه سوم سیما از سال 88 تا کنون، مدیر پروژه مؤسسه خیریه فاطمه زهرا و دبیر اجرایی همایش دانشجوی کشوری مکانیک اشاره کرد. علی ضیا هم اکنون اجرای برنامه چالشی فرمول یک رو بر عهده داره و در این برنامه جنجال‌های زیادی درست کرده. شنیده‌ها حاکی است که بعد از انتقاد علی ضیا از کارشناس جنجالی شبکه افق، مدیران صدا و سیما ضمن توبیخ علی ضیا پخش زنده از برنامه فرمول یک رو متوقف کردند. در بهمن ماه 99 هم آذری جهرومی وزیر ارتباطات به صحبت‌های علی ضیا در برنامه فرمول 1 درباره اینترنت 5G واکنش نشون داد. وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خودش نوشت: سیمای ملی از دیگر انقدر در فکر حذف این و اون از صدا و سیما بودند که خودشون هم حواسشون نیست که رسوندن اینترنت به روستاهای سیستان و بلوچستان و راه اندازی 5G در تهران رو با هم قاطی کردن. آخه جون دل 5G تکنولوژیش بی سیمه. وقتی نصب میشه گوشی هم آنتن میده. شما سخت نگیر. اگر نگران جیب مردم و قیمت گوشی هستین، قیمت اون تلویزیونی که کانالهای شما رو نشون میده از گوشی ارزون تره. مشکل شما با گوشی داشتن یا نداشتن نیست. همه میدونن که مشکلتون چیه. مخلص علی آقای ضیا، ولی خداییش دیگه هرچی نوشتن رو نگو. یه ذره مراقب اعتبار خودت هم باش. گرفتن برنامه زنده انقدر هم نمیارزه. علی ضیا هم نوشت: با سلام خدمت آقا محمد جواد جان آذری جهرومی. یکی از عیان ترین تکنیک های طنز اغراق است که شما بارها پیش از ما ثابت کردید که در صنعت اغراق پرچمدار هستید. قطعا هر فرد ایرانی که برای باز کردن یک اپ داخلی باید هزاران فیلتر شکن رو خاموش کنه و برای ورود به یک اپلیکیشن دیگر از دو لایه فیلتر شکن عبور کنه و بعد از بارها قطعی و کندی سرعت به هدف برسه، این رو خوب میدونه که رسیدن به اینترنت 5G چیزی نیست که به این راحتی ها نصیب ما بشه و فقط با اغراقی از جنس طنز ما و جدی شما قابل دسترسی است. البته مطمئنیم که وقتی این امکان بعد از سالها مدیریت شما به تازگی در برخی مناطق تهران قابل دسترسی است، قرنها به طول می انجامد تا به سیستان و بلوچستان و امثالهم برسد.
نکته دوم این که اگر نگران قیمت آن تلویزیون هایی هستید که برنامه ما رو نشون میده، باید بگویم که ما مسئول قیمت آن تلویزیون ها نیستیم، ولی شما مسئول آن گوشی هایی که دست مردم نیست یا به قیمت های نجومی هست هستید. اگر امروز آنتن ما زنده نیست و شما تولیدی بودنش رو متوجه نشدید، دلیلش همان دولتی است که شما وزیر ارتباطاتش هستید و نخواستند که آنتن زنده داشته باشیم. مخلص آقا محمد جواد جان آذری جهرومی، صحبت از سوتی دادن شد، یاد آن لباس مخصوص هالووین افتادم که به اسم لباس فضانوردی با افتخار از اون رونمایی کرد. راستی ممنونم که صدا و سیمای ملی رو نگاه میکنید و پیگیر ما هستید. دوستدار و پیگیر همیشگی شما علی ضیا. از اینکه در این ویدیو همراه ما بودید از شما متشکریم. اگر طرفداران یا منتقدین علی ضیا عزیز هستید، نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.